محصلین عزیز، السلام علیکم. لکچر 33 است. در لکچر 33 ما چند تا مثال کار میکنم که بسیار مهم است در بخش موره ها. البته یک مثال دیگر کار میکنم. مثال ببینین، در یک ظرف، در یک ظرف سه مهره سرخ، چهار مهره آبی و پنج مهره سیاه موجود است. به طور اتفاقی دو مهره را بر می داریم. دریابید یک، احتمال این که هر دو مهره سیاه باشند. دو، احتمال حادثه ای را دریابید که یک مهره سرخ و یک مهره دیگر آبی باشد. سه، احتمال حادثه ای که هر دو مهره سیاه نباشند دریابید. به این سه سوال باید پاسخ بدیم. سوال این رقم مطرح شده. خب ببینید، شما یک دونه ظرف دارین. فرض کنین در این ظرف سه و چهار هفت و پنج، دوازده دانه موره است و در جمله دوازده دانه سه دانه سرخ است. سه دانه، یک دانه، دو دانه، سه دانه سرخ است، چهار دانه آبی است. اینه یک دانه، دو دانه، سه دانه، چهار دانه آبی است و در مابین دی پنج موره سیاه است. فکر کنیم که پنج تای دیگه سیاه است، یعنی یک دانه، دو دانه، سه دانه، چهار دانه، پنج دانه سیاه است. این به این شکل موره ها که کلی از اینا در حقیقت دوازده دانه موره میشه، که دوازده دانه موره تمامش اینه. ببینین، سه جمع چهار جمع پنج، سه و چهار هفت، هفت و پنج، دوازده دانه موره میشه. حالا شما چند دونه موره را برمیدارین؟ دو دونه موره را میگیرین. یک در داخل قوطی سیل نمی کنین، فقط دو دونه موره را میگیرین. هر دو موره اگر سیاه باشه چند است؟ واضح است که اگر هر دو موره سیاه باشه، یعنی ما اگر بیایم سیاه را بگوییم که بلک سیاه، اگر سرخ نامش را بمانم آر رید، اگر آبی را بانم بلو، فرض کنیم بیمانم. آله احتمال این که هر دو موره سیاه باشه، یعنی احتمال که سیاه بودن مساوی هست با کامبینیشن سیاه چند دانه؟ از پنج دانه دو دانه، از پنج دانه دو دانه انتخاب میکنیم بر کامبینیشن دوازده بر دو. یعنی فقط فرمولش همیز، تمام حالات ممکنش اینی کامبینیشن است و انتخاب ما از پنج دانه سیاه ما دو دانه را انتخاب میکنیم، که این ایر اگر ما حاسبه بکنیم این مساوی میشه، واضح است که پنج فاکتوریال بر دو فاکتوریال ضرب پنج منفی دو فاکتوریال، پنج منفی دو فاکتوریال، آیام دوازده فاکتوریال بر دو فاکتوریال ضرب دوازده منفی دو فاکتوریال. این محاسبات که انجام بدیم مساوی میشه پنج فاکتوریال ما
میشه چند؟ 5 ضرب 4 ضرب 3 فکتوریال بر 2 فکتوریال ضرب 3 فکتوریال. این خلاص میشه 2 فکتوریال 2 است، مخرجم 12 ضرب 11 ضرب 10 فکتوریال بر 2 فکتوریال ضرب 10 فکتوریال. این خلاص میشه 2 2 6 2 12 میشه 66 میشه، مخرج میشه 66، صورت میشه 1 2 2 2 2 4 2 5 10. این حالت به خود میگیره، این پی کاس که به این شکل محاسبه میشه. احتمال حادثی از این که این دو مورد چه باشه چه باشه، این البته جواب چی است؟ جواب امی اولی است، اولی شماره اول 10 بر 66. احتمال حادثه را دریابید که یک مورد سرخ و یک موری دیگر آن آبی باشه. اینی بالا کارش میکنم، یک موره سرخ و یک موری دیگر آن آبی باشه. ببینیم احتمال حادثه را دریابید که یک موری آن سرخ، یک موریش آر رید و یک موری دیگرش هم آبی بلا باشه. این مسایی میشه کامبینیشنه، دقت کنین این کامبینیشن 12 و 2 است و یکش سرخ باشه، 3 دانه یک دانه باید انتخاب شوه، ضرب این دیگهش که آبی باشه از 4 دانه یک دانه انتخاب شوه. این فرمول با کار برده میشه و این را محاسبه کنین که چند میشه. طبیعی است این میشه 3، وقتی که محاسبش کنین ضرب این میشه 4 و این را هم محاسبه کردیم که مساوی شده بود 66 و این مساوی می شود 1 3 3 2 3 6، 1 3 3 2 3 6 2 3 6، 4 بر 22 می شود 2 3 6 2 3 6 و این هم 2 2 4 می شود، 1 2 2 می شود، 1 2 2. در حقیقت این محاسبه به وجود می آید. این دومش است، دومش احتمال حادثه ای که هر دو مرسیا نباشه. اگر هر دو مرسیا نباشه به این معناست، به این معناست که هر دو مرسیا نباشه، ما میتونیم بگوییم که هر دو مرسیا اگر سیا نباشه باید نوشته کنیم که پی سیا نبودن، یعنی کای خط، کای خط ما، یعنی به معنای دی که دو مورد سیاه باشه قبلا پیدا کرده بودیم که مساوی به 1 - P A بود. P A رو ما پیدا کرده بودم، P K رو ما پیدا کرده بودم که این مساوی میشه 1 - 10 بر 66. برعکس قضیه رو کار میکنیم، یعنی از چه استفاده میکنیم؟ از کامپلمنتش استفاده میکنیم که مساوی میشه 66، 66 منفی 10 میشه 66 منفی 10 56. در حقیقت هر چندی که میشه اختصارش اگر کنیم 2 2 4 8 2 16 2 2 4 8 2 16 3 2 6 3 2 6، یعنی مساوی میشه 28 بر 33، تقریبا میشه 0.8 و 9 این تک چیزی خواب برامن تقریبی، به طور تقریبی قاعده دو حادثه اتفاقی قواعدش چی است؟ قواعد حوادث اتفاقی فرض میکنیم که دو حادثه A و B اتفاق بیفتد، فرض میکنیم که دو حادثه A و B اتفاق بیفتد، یعنی قواعد وجود داره که P A اتحادش با B مساوی است با P A جمع P B منفی P A تقاطع با B. دومش P A خط مساوی با 1 - P A. سوم P
A منفی B مساوی است با P A منفی منفی P P A تقاطع با B. چهارم P P A این تو یک سمبول است در بعضی کتاب ها و ای در حقیقت در بعضی جاها پی ای جمع بی ای را ایتو تعریف کردیم که این مساوی می شود با پی ای منفی بی ای منفی بی ای منفی بی یا آسانتر بگویم ای ای اتحاد شمرای بی منفی پی ای تقاطعش امرای بی به این شکل پی ای خط تقاطع با بی خط مساوی به پی ای اتحادش امرای بی خط اینیست. ششم اگر ای سطح فرعی بی باشد در اینجا پی ای سطح فرعی پی بی است. و افتم پی حادثه خالی همیشه مساوی به صفر است. این قواعد در دو حادثه اتفاقی و بی موجود است که شما اینا را باید به خاطر داشته باشین که یک رابطه تنگاتنگ بین ستها و حوادث اتفاقی است. لطفا لکچر 34 تعقیب کنید.